به نام خدا و به نام حلق قهرمان ایران و به نام مردم غیور آذربایجان، حلق آزادی ستان و مجاهد پرور تبریز، و به یاد سرداران و سالاران گران قدر آزادی، مجاهدان اعظم، مجاهدان شرف و حریت بشری، ستارخان، باقرخان، ثقت الاسلام، خیابانی و حنیف نژاد، شاهدان فراموشی ناپذیر تاریخ معاصر ایران، سلام بر وادی مقدس آزادی، ارض خونین تبریز، آشیان شهیدان، سلام بر آذربایجان، سرزمین آتش و خون آزادی، معراجگاه مجاهدان. و کدام انقلابی است و کدام انقلابی است در سراسر جهان که از تبریز عبور کند و بر این خاک نماز آزادی نگذارد و بر این خاک نماز آزادی نگذارد در تاریخ جدید ایران اصل و نسب تاریخی ما به مجاهدین صدر مشروطه میرسه، به ستار و باقر. همینطور از نظر روش سیاسی تفنگ سردار رو بوسیدیم و به دوش انداختیم. وقتی که پرچم‌های سفید ننگ و تسلیم رو از هم می‌درید و پرچم سرخ حسینی رو بر در خونه‌های تبریز به اهتزاز در می‌آورد، یک روز در کسوت سردار به کالسکه نشوندندش، در شب عید درست 1289 از تبریز محترمانه به تهران تبعیدش کردند. بعد اونجا همه متلک های به اصطلاح روشن فکرها و فلان و دوله ها و فلان و فلان و سلطنه ها رو نثارش کردند که این سردار لهجه داره و این سردار سواد نداره، تا در پارک اتابک به تیر دشمنان جرار زانوش رو فلج بکنند، دغمرگش بکنند. ولی سردار که نمرد، در تهران ریشه کرد، سرچشمه شد، نه آتشکده شد. مگه نه که از سرزمین آذر، از آذر آبادگان آمده بود. یک شعلش رفت به گیلان، جنگید و جنگید، کوچک خان شد. شعله های دیگرش، رودبارهای پرخروش دیگرش، هر کدوم راه ولایتی رو در پیش گرفتند، رفتند و همه جا آتش به پا کردند. پیام آذرخش رو از آذرآبادگان بردند و در فراز همه کوه‌ها و جلگه‌ها به پا داشتند. مدرس‌ها شدند، مصدق‌ها شدند، فاطمی‌ها شدند، سرداران همه جاریشه کردند، بچه کردند و امروز ما نواده‌های اونها هستیم. وقت که راه پرفراز و پرسنگلاخ بود، پرفراز و نشیب بود، هر وقت که فشارها زیاد بود، درست مثل سربازهای سردار در بحبوحه جنگهای تبریز صدای صمیمی سردار رو شنیدیم که با عتاب میگفت آهای آهای آنام قربان، و بلند شدیم.
این که مهم نبود تعداد ما کم بود و تعداد مستبدین زیاد بود. مگه قرآن نگفته بود چه بسیار گروه های کم و اندک که با اعتقاد و آرمان بر گروه های بسیار ولی بی آرمان و بی اعتقاد پیروز می شوند؟ چرا که خدا یار مقاومت کنندگان است. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره به اذن الله و الله مع الصابرین. بله، این تکه کلام سردار در گوشمون تنین می انداخت همیشه، اونجا که می گفت آزادان آز، چخدان چخ گریلر. و اینطور بود که امروز فرزندان و نوادگان سردار زیاد شدند، چرا که از هر قطره خون سردار مجاهدی که بر خاک افتاد ده ها مجاهد برخاست. اگر چه ستاره های این خلق رو هر بار در آسمان های شهادت غرق کردند، اما باز هم آسمان این میهن همیشه غرق ستاره ها بود. و چنین بود که از خون سرداران و سالاران آزادی نسل جدیدی خوشه کرد. در گذرگاه شب تار، همون جایی که ستارخان رو به دروازه نور پیکار میکرد، اخگران سرخ خوشه زدند. ثقت الاسلام ها، شیخ سلیم ها، خیابونی ها، فرزندان علی مستی و حاجلی دوافروش، حنیف نجات ها، محسن ها، بدیزادگان ها، سمد ها، گل سرخی ها و هزاران گل سرخ دیگر.